اسرائیل هم مثل هر سیستم دیگه مقدس نیست. ببینید اسرائیل هم اشتباه داره، اسرائیل هم کارهای خطا میکنن، اسرائیل هم انتقادها میشه. خود من و با دوستان اسرائیلی صحبت میکنن، راجع به مسائلی صحبت میکنیم، اختلاف نظر وجود داریم و وجود داره و و و و و, و. ولی اسرائیل در یک کشور 8 میلیونی که 2 میلیون فلسطینیان، 6 میلیون یهودیان، دور تا دورش نزدیک به 400 میلیون عرب وجود داره که میتونید شما حتما، شما بیننده محترم هم موافق هستید که اینها 400 میلیون دشمنن و نگاه دوستانه ندارن لااقل به اسرائیل، نگاه متخاصمانه دارن، خصمانه دارن. 60 ساله که از اون کشور در زمینه فناوری و تکنولوژی و در بسیاری از زمینهای اقتصادی جزو چند کشور صدر جدول در دنیاست. مثلا در مسئله آب، دوست عزیز، بیننده گرامی، بعد از زلزله بوئین زهرا در ایران که قنات‌های بسیار رو از بین برد و ده‌ها هزار کشاورز و دهقان ایرانی در معرض بی‌آبی شدید بودند، بلافاصله اسرائیلی‌ها، این سال 1341، بلافاصله اسرائیلی ها یه اکیپی رو از مهندسین میفرستن، شروع به کار میکنن در منطقه بوئین زهرا، و این کار به قدری سودمند بود برای کشور ایران که به دستور پادشاه فقید ایران، چون میدونید یک تصمیم گیریشون بوده، این همکاری ها ادامه پیدا میکنه به صورتی که سفره های زیر آبی، قنات های و منابع زیر سطحی شناسایی میشه، بدون شناسایی نمیشد، حفظ کرد، پشت سرش حفظ میشه. 12 کارخانه تولید کننده آب شیرین از دریا در ایران تولید میشه. بسیار همکاری ما با اسرائیل در این زمینه مفید بود و کار درستی هم بود، به خاطر اینکه شما به هر مرجعی از طریق گوگل یا از هر چیز دیگه در گوگل میتونید پیدا کنید، مراجعه بکنید، بهترین فناوری، دوست عزیز، هم میهن گرامی، بهترین فناوری و مدیریت آب در دنیا در سرزمین های خشک و بیابانی یا نیمه بیابانی متعلق به اسرائیل. کالیفرنیایی که آقای میبودی زندگی میکنه، وقتی میخواد تکنولوژی مدیریت آب و شیرین کردن آب و آبرسانی و جلوگیری از هدر رفتن آب وارد بکنه، کالیفرنیایی که آقای میبودی زندگی میکنه از اسرائیل وارد میکنه. من برای کشوری که دستگاه قضاییش به قدری مستقل و قوی است که نخست وزیر پیشین رو به خاطر یک مورد آپارتمان، یک مورد فساد محسوب میشه در اونجا که پولداری در آمریکا به نخست وزیر پیشین کمک کرده بود و ایشون یک آپارتمان 500 هزار دلاری در اورشلیم خریده بود موقعی که شهردار اورشلیم بود و این اونجا فساد محسوب میشه. شما مقایسه بکنید با خانواده قالیباف، ایشون رفته زندان. کشوری که دستگاه قضاییش به قدری مستقل است که وقتی که منشی رئیس جمهور پیشین به خاطر آزار جنسی شکایت میکنه، با ادله رئیس جمهور پیشین رو میکنن زندان. کشوری که تونسته در رده نوآوری تکنولوژیک و فناوری و پتنت، ثبت پتنت، جزو سه قدرت برتر دنیاست، دنیا با ژاپن، آلمان و آمریکا، کشوری که ارتشش جزو برترین ارتشهای دنیاست و امنیت و رفاه ملتش رو تضمین کرده، من برای این کشور احترام و دوستی قائلم. سوای پیشینه کهن فرهنگی میان پارسیان، ایرانیان و یهود که در پهلوی و در زمان فارسی کهن واژه ما براش داشتیم، پادیاوند. پادیاوند پیوند ابدی میان قوم ایرانی و قوم یهود است. ما واژه برای این داشتیم در پهلوی گذشته، در زبان پهلوی. سوای این، من برای یک کشوری، بله، هم احترام قائلم، هم دوستی قائلم و دفاع میکنم.